دادستان تهران گفته است که در زمان دستگیری وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه که پاییز امسال به اتهام خرید و فروش سکه اعدام شد، نزد او سکه‌ای کشف نشده است. در همین ارتباط بنیامین صد از رادیو فردا همراه ماست. بنیامین، پس دلیل اعدام زود هنگام سلطان سکه و برخی دیگه از متهمان مفاسد اقتصادی چیه و اساساً چرا چنین عناوینی به برخی متهمان داده میشه؟ ببینید، وقتی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرمان دادن که به مفاسد اقتصادی سریعاً رسیدگی بشه یا شعب ویژه‌ای در واقع در نظر گرفته بشه برای بررسی این پرونده ها، این اتفاق دقیقاً مصادف بود با اوجگیری بحران اقتصادی در ایران، گرانی ها و رشد شتابناک بهای ارز و سکه و خب فشارش روی مردم. بنابراین قوه قضاییه میخواست که یک در واقع نمایش اقتداری بده که خب با برخی متخلفان برخورد شده. از همین رو بود که سلطان سکه و البته سلطان های دیگه ای که در این روزها و در ماه‌های گذشته اسمشون مطرح هست، در واقع سریعاً محاکمه شدن. همون موقع بسیاری از حقوقدانان چه در داخل ایران چه در خارج کشور اعتراض داشتن به این رویه بررسی پرونده اینها، چون اصلا معلوم نبود که جرم دقیق اینها چه هست و خب شفافیتی هم انجام نمی‌شد. بسیاریشون هم در واقع حالا محکوم به زندان‌های طویل المدت شدن، تعدادشون هم محکوم به اعدام شدن که از جمله همین آقای مظلومین بود و شخصی که در واقع به نام سلطان قیر مشهور به سلطان قیر بود یا سلاطین دیگه‌ای که این روزها جست و ریخته صداشون رو میشنوه. به خاطر همین این موضوع خیلی سریعاً عمل شد و اینکه شما می‌بینین که بلافاصله اعدام شد سلطان سکه، بیشتر به خاطر اون فرمان رئیس قوه قضاییه بود که می‌خواستن در واقع یک نمایش اقتداری بدن.